ببینین این ویروس چجوری میکشه. تا حالا این ما تشریح نکردیم که این ویروس چجوری میکشه. این قلب شماست. این دوتا ششای شماست. این مجرای نفس و غذاست که میره تو. این ویروس میاد اینجا. تب به وجود میاره. به خاطر رطوبتی که نفس برمیگردونه باعث سرفه کردن میشه. این تب ویروس که میاد توی ششه. یعنی اولین قدم های بسته شدن ویروس به بدن شروع میشه. تمام خبرهایی که از دکترها داریم تا حالا اینه که این ویروس همه را از سکته قلبی میکشه از ششه پر آب. ششش پر جل میشه. چیکار میکنه این ویروس؟ دکترها تا حالا نفهمیدن چرا. ولی شاید حالا که شروع کنیم تشریح کردم بفهمم. این قلب مدار مغناطیسی داره. انرژی به وجود میاره. دکترها چون نمیفهمن ویروس یعنی انرژی، براشون این یه شوکه. این ویروس وقتی که شروع میکنه روش کردن در قلب، ببخشید در شش، چیکار میکنه؟ مدار مغناطیسی درست میکنه که انرژی میخواد بگیره. وقتی که میخواد این انرژی رو بگیره، چون ویروسه، دو شش با هم گره پیدا میکنن. چون انرژی میخوان که خودشون رو بزرگ کنن، تمام انرژی که مال قلب رو میگیرن. چی میشه؟ میشه سکته قلبی. یعنی در حقیقت مدار خودشون رو برای خودشون به وجود میارن و باقی رو دکترها تا حالا ندیدن. وقتی که این مدار رو وجود آوردن، تمام انرژی قلب رو میگیرن، سکته قرار میگیره. تا اونجایی که تمام دکترها ایران دارن برای ما تشریح میکنن و تا اونجایی که تمام دانشی که الان میشنویم و داره میاد داخل در دسترسمونه، همه از سکته قلبی برای 5 ساعت آخر مرگ. برای اینکه ویروس خودش رو اینقدر بزرگ میکنه که تمام انرژی قلب رو میگیره و وای به صورتش. این به خاطر اینه که سریعا میمیرن. و چیزی که میشه تمام شش پر آب میشه. یعنی جل میشه. یعنی در حقیقت یه جل. چیز دیگه نیست. کاری که شما میکنین با گنسی که میخورین، بهتون گفتیم این بدن بشره. این هیکل شماست. شما وضعیتون چیه؟ گنس رو روی بدن میکشین، مرتب پشت جلوی سینه رو باید بشورین. بدن قسمت بالایی بدن رو روزی 5-6 بار به محض اینکه مریض رو دیدین، کسی حالتی چنین مریضی نشناد، روزی 10 بار هر ساعت 1 بار با آب عقب و جلو خیس کنیم با آب گنس. حرکت بعدی که میکنین، آب گنس که میخورین خیلی کم، 100 میل 100 میل. بعد نفسی که میکشین هر ساعتی 10 دقیقه 1 ربع، اگه دیدین بیشتر شد، فقط از توی دستگاه نفس میکشین. یاد موشد فارسی چی میگه؟ کبوتر و کبوتر باز با باز. انرژی با انرژی باید جنگید. از بین میره. در چین چیزی که ما میبینیم چون 12 روز طول میکشه تا به وجود بیاد، این 12 روز تمام شوشو از بین میبره. سلای شوشو از بین میبره.
در ایران چون 12 ساعته داره خودشو نشون میده تقریبا، وقت نکرده ششو برگرده. به محضی که خالیش کنیم حالت برمیگره به خوبی و صدمه ششیش کمه. صدمه ششی در چین هفته ها طول میشه تا ترمیم پیدا کنیم. با این ویروس که به ایران زدن بلافاصله ترمیم کنیم. وقتی که اینو متوجه بشیم، وقتی که بفهمیم ما در چه موقعیتی هستیم، به هیچ عنوان یک فرد ایرانی نمازده. باید دانش رو فهمید، نه دانش رو کپی کرد. این رو من مقامات دولتی ایران خواستم که بذارن این دانش رو در تلویزیون ایران در 2-3 روز آینده تشریح بشه. بخواهیم تا به بیمارستان ها، به دکترها یاد بدیم، هفته ها تونشی هزاران هزار، ده ها هزار نفر میمیرن. ولی اگه بتونیم مستقیما در تلویزیون برنامه بذاریم و به مردم نشون بدیم که 3 تا سیم میتونه زندگیشون رو نجات بده، برنامه عوض شده است. همون که شما هستیم. تا به اونجا برسیم، تا مقامات دولتی تصمیمشون رو بگیرن، ما در سطح بالاترین سطحی که امکان داره در حرکتیم. این رو نگاه نکنید که کاری نمی کنیم. شما باید یه چیزی متوجه بشین. به هیچ عنوان نمیتونیم دولت رو تحت سوال بذاریم. به هیچ عنوان نمیتونیم ملت رو تحت سوال بذاریم. ما حاضر برای چنین چیزی نبودیم. خود دولت در شوکه، همونی که در ملت هستن. وظیفه شما نارسیکرات، همون دانشجوهای درسای کشورنشه اینه که الان ما باید هم پشت ملت باشیم هم پشت دولت. ضعف در هر کدوم از بین بردن ایران میشه. ضعف در اینکه پشت ملت باید نسیم، تعداد زیادی میمیرن. اگر پشت دولتمون باید نسیم، دیگران میخورن. برای همین مرضی آوردن. الان موقع سرزنش و حرف بی‌ربط نیست. الان موقع اتحاده. هر کاری که هست، هر چی که هست، برای اینکه دانشش رو داریم، دانشش مال خودمونه. من تا حالا این دانش رو به هیچ جوری به این سادگی برای هیچ ملتی تشریح نکردم.